جمهوری اسلامی و سیاست افزایش جمعیت سازمان ملل روز پنجشنبه 11 جویه برابر با 20 تیر را به عنوان روز جهانی جمعیت اعلام کرده است امسال این روز به نام آگاهی بخشی پیرامون روز بارداری نوجوانان نامگذاری شده بود بنا به گزارش این سازمان هر سال حدود 16 میلیون دختر زیر 18 سال وضع حمل می‌کنند سه میلیون و دویست هزار دختر نوجوان هر سال در شرایطی غیر ایمن و خطرناک سخت جنین می نمایند. طبق همین گزارش اکثر این نوجوانان در کشورهای در حال توسعه زندگی کرده و به زور به عقد در اند. ارقام مذکور صرفا آمارهای رسمی و گزارش شده دولتها را منعکس می نمایند و طبعا کمتر از آمار واقعی است. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نه فقط نوجوانان بلکه کودکان نه سال به بالا طبق فتاوی دینی به زور به خانه شوهر فرستاده می شوند. با اینکه رژیم تحت فشار مبارزات حداقل حد سن قانونی ازدواج دختران را 13 سال تعیین کرد اما در اکثر موارد و در عمل هنوز سیغه عقد بر اساس قواعد شرعی و احکام کسانی مثل خمینی جاری می شود. خمینی و سایر آخوندهای همترازش بنا به یک حدیث کودکان دختر را در نه سالگی بالغ و قابل ازدواج دانسته و میدانند رژیم در دهه شست باب خانه شوهر فرستادن کودکان دختر محروم کردن آنها از کودکی تحصیل رشد طبیعی حق انتخاب و قرار دادن آنها در خطر مصایب بیشمار اجتماعی و جسمانی نرخ رشد جمعیت را به چهار درصد رساند این سیاست اتخاذ شد تا حکومت اسلامی سرباز کافی برای جنگ ایران و عراق و کارگر کافی برای راه انداختن اقتصاد در اختیار داشته باشد. بعد از جنگ سیاست ازدیاد جمعیت و هر کس که دندان دهد نان دهد جای خود را به فرزند کمتر زندگی بهتر داد. زیرا در این دوره و در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی با ورود تکنولوژی در سطحی گسترده و نیز تشدید بحران اقتصادی نیاز به کارگران کم شد و دیگر احتیاجی هم به گوشت دم تو باقی نمانده بود پس سیاست کنترل جمعیت در دستور قرار گرفت و به سرعت پیش رفت در فاصله سالهای 68 تا 85 نرخ رشد جمعیت از 4 درصد به کمتر از 1.5 درصد رسید علا این واقعیت ناگهان احمدی نژاد در سال 89 سیاست کنترل جمعیت را سیاستی غربی قلم داد نمود و طرفدار فرزند بیشتر زندگی بهتر گردید. او اعلام کرد که برای نوزادان حساب بانکی باز می کند و به ازای هر نوباوه یک میلیون تومان به حسابشان می ریزد. بعد از شش ماه این حرفها باد هوا شد و پولی به حساب کسی ریخته نشد. حامنه ای در 19 مهر ماه 91 طی سخنانی که در بجنورد ایراد کرد با این استدلال که جمعیت دارد پیر می شود خواهان متوقف کردن کنترل جمعیت شد. او گفت که ایران به راحتی این امکان را دارد تا 150 میلیون جمعیت را در خود جای دهد و نیازهای آنان را برآورده نماید. این سخنان در حال ایراد شد که میانگین سن جمعیت در ایران در سال 90 کمتر از 30 سال بود. به این اعتبار جمعیت ایران در آن تاریخ هنوز جوان بوده و با سن پیری فاصله زیادی داشت. در ضمن با نرخ رشد جمعیتی حدود یک درصد سالانه حدود 900 هزار نفر به جمعیت کشور اضافه می شد که رضایت بخش به حساب می آمد. به دنبال اظهارات خامنه ای مجلس و شورای عالی فرهنگی موادی را به تصویب رساندند تا خانواده ها را به داشتن فرزندان بیشتر تشویق نمایند. وزارت بهداشت نیز بلافاصله تمام خدمات در جهت کنترل جمعیت کمک به زنان باردار و جلوگیری از بارداری ناخواسته را قطع کرد به این طریق حداقل 23 درصد از کودکانی که به زور به عقد درآمده بودند در معرض مصائب بهداشتی و حتی مرگ قرار گرفتند اقدامات به اصطلاح تشویقی مذکور توسط مردمی که زندگی روزانهشان تأمین نمیشد و آیندهای برای فرزندانشان نمیدیدند به تمامی نادیده گرفته شد مرکز آمار گزارش کرد که در آخر آذر 1391 جمعیت ایران به بیش از 77 میلیون نفر رسید. 8 میلیون از نیروی کار کشور بیکارند. بیش از 3 میلیون از کودکان ایران از چرخه تحصیل خارج هستند. احمدی نژاد که قول داده بود قبل از پایان دولت دهم مسئله مسکن و اشتغال حل خواهد شد، دارد روزهای پایانی عمر دولتش را می‌گذراند. و این هر دو مشکل حادتر هم شدیند. جمعیتی که زیر خط فقر مطلق و نسبی زندگی می کنن بیش از پنجاه میلیون نفرند. روند نشان می دهد که این میزان رو به افزایش خواهد بود. با چنین وضعیت و دونمایی تاکید سران جمهوری اسلامی بر سیاست فرزند بیشتر زندگی بهتر با هیچ کدام از مبانی جامعه شناسی علمی منطبق نیست و مردم ایران آن را جدی نمیگیرند.